و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم تحسنت بذی الملک و الملکوت توکلت علی الحی الذی لا یموت و اعتصمت بذی العزت و العظمت و الجبروت استعنت بذی القدرت و اللهوت و امتنعت بذی العظمت و الکبریاء و الملکوت من کل ما اخاف و احذر اللهم صل على محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت القائم المهدی تراب مقدمه الفدا ولعنت الله على اعدائهم اجمعین ابد العابدین و دهر الداهرین چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی چه عقده‌ها که در گل که در دلم رسوب شد نیامدی خلیل آتشین سخن تبر به دوش بت شکن خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی دوباره مکر کافران دوباره جنگ نهروان چه حیله ها که ساکن قلوب شد نیامدی و
برای ما که خسته ایم و دل شکسته ایم، نه ولی برای دین چه خوب شد نیامدی. یا صاحب زمان، یا صاحب زمان، همه همه تمام طول هفته را به انتظار جمعه دوباره صبح ظهر نه غروب شد نیامدی. یا صاحب زمان، یا متى نرد من أهلك الربية فنرى، متى ننتفع من عذب مائك فقد طال الصدى، متى نغاديك ونرى بحك فنغر عينا، متى ترانا ونرى وقد نشرت لواء النصر ترايا. يا صاحب هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جذعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضاء، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى. يا صاحب زمان، يا قال الله الحكيم في كتابه الكريم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
محضر مقدس امام عصر صلواتی تقدیم میکنیم. ترویح روح شهدا علما علامه مجلسی صلوات دوم جلیتر تقدیم کنید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل قادر منان بقیه غیبت امام زمان به امام عسگری و حضرت نرجس خاتون ببخشد و به خاتم انبیا محمد مصطفی از بقیه غیبتش درگذرد. صلوات سوم محضر اون ذوات مقدس تقدیم کنی. بحث شبهای رمضان درباره امام عصر است. گرایش این شاخه از مبحث مهدویت در علائم ظهور امام زمان است. چند نکته رو باید به عنوان مقدمه بیان کنم. مقدمه اول یا مباحثی را که در این ایام بیان می کنیم ضرورت وضعیت فعلی جهان است. نظام عالم، مباحث سیاسی جهان، مباحث نظامی، اوضاع اجتماعی در سراسر جهان و همچنین وضعیت خاص خاورمیانه نوید بخش تجلی علائم نزدیک ظهور امام عصر است و بررسی علائم نزدیک ظهور روحیه انتظار را در جوانان ما تشدید می کند. از این جهت چون علما و بزرگان هم دغدغه مباحث رو دارن و وضعیت فعلی جوانان ما در ایران و در بلاد شیعه و سردرگمی های حاصل از دین گریزی اقتضا دارد در دعوت به سوی دین و قرآن و خدا هشدارگونه عمل کنیم و علائم ظهور در واقع علائم هشدارن. بنابراین بررسی این علائم هشدار فنی و علمی است برای آشتی با خدا، خصوص در ماه مبارک رمضان و آشتی با امام عصر، علی الخصوص در
در شبهای رمضان و در لیالی قدر. مقدمه دوم، هر چند وقت یک بار بر شیعیان لازم است به بررسی علائم ظهور امام زمان بپردازند و به اعتقاد من، کسی که 40 سال در مباحث انتظار سخنرانی داشته است و تجربه 40 ساله این حکم رو می کند، این است که شیعیان به صورت فردی هر 6 ماه یک بار باید علائم ظهور امام زمان را دور کنند و از اول این مباحث تا آخر آن کتاب‌های متعدد، چه کتاب‌هایی که علائم ظهور را به صورت خام جمع آوری کرده اند و یا کتبی که به بررسی این علائم به شکل فنی و اجتهادی پرداخته اند، اینا رو هر 6 ماه یک بار باید مرور کنن. و در جنبه عمومی بر اهل منبر و خطبا و مدرسین حوزه‌های علمیه و اساتید دانشگاه لازم است هر چند وقت یک بار مباحثی را از ابتدای علائم ظهور تا انتهای آن که علائم حتمیه و علائم متصل به ظهور است، به بررسی آن در سطح عموم بپردازند. مقدمه سوم، آنچه که هدف اصلی در بیان علائم ظهور امام عصر است، خود این علائم نیستند. خود این علائم نیستند. در واقع علائم ظهور امام زمان هدف نیستند، بلکه مقدمه ای هستند برای اینکه مسئله انتظار در بحث ثبات قدم و استحکام و مداومت و مقاومت و پایداری بر انتظار کمک کنند. و وقتی هدف نبودند و وسیله اند، چند نکته را باید در بحث علائم ظهور به دقت توجه کنیم. نکته اول، علائم ظهور موعود نیستند، یعنی به ما وعده ندادند این علائم
واقع می شود. به ما یک چیز و وعده داده خدا، اون خود ظهور است، نه علائم ظهور. اینها فقط نشانه اون وعده هست، ولی خودشون موعود نیستند. و هر چیزی که موعود نبود، حذف یا محو یا سقوط آن عقلاً و عرفاً و شرعاً جایزه. شما اگر به خانومتون وعده دادین یه خونه براش بخرین، از اجاره نشینی نجاتش بدین، یه نشونه هایی هم گفتین، وعده خونه هست، اون نشانی ها راه هایی که این معامله رو بکنیم، ایو بفروشیم، ای قرض رو بگیریم، ای بانک رو باش قرار داد ببندیم، اینا دخیل نیست. گرچه شما ممکنه صحبت هایم کردید راجع به این مسائل ابتدایی، ولی خانم شما حق نداره بگه پس تو خلف وعده کردی، چرا میخواستی از بابات اینقدر بگیری نگرفتی، چرا میخواستی فلان چیز رو بفروشی خونه بخری نفروختی. شما حق دارید بگید من تو رو وعده ندادم به این عملیات، وعده دادم به خانه خریدن. فضولی تو این مسائل موقوف، از هر راهی که من پول خونه رو تهیه کنم به وعده ام عمل می کنم. خدا به ما وعده سید حسنی یا خروج سفیانی یا خروج یمانی یا خصف یا مس یا زلزله یا طوفان یا ظهور ستاره دنبالدار یا طلوع خورشید از مغرب یا این اوضاع اجتماعی در علائم ظهور را نداد. آنچه که موعود است لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا یشرکون بی شیئا. نکته سوم از مقدمه سوم، بنابر آنچه که در نکته دوم بیان شد، علائم ظهور شرط ظهور هم نیستن. شرطیت برای ظهور ندارن. ظهور امام زمان مشروط به این علائم نیست، و از این مهمتر علائم ظهور علیت برای ظهور ندارن، علت ظهور هم نیستن. ظهور متوقف بر وقوع این علائم نیست. نکته چهارم،
علائم ظهور امام زمان بداء درشون جاریه، یعنی هر لحظه با این دوتا حرفی که زدیم، نه علتن نه شرطن نه موعودن، هر لحظه به شکل سیال تغییر پذیرن، چه از حیث زمان چه از حیث شکل وقوع چه از حیث مکان و چه از جنبه اصل وقوع، امکان وقوعیشون هم قابل حذفن هم قابل تغییرن هم قابل تقدیم و تأخیرن، محدود به زمان یا مکان خاص نمی شود. نکته پنجم از مقدمه سوم این است که بیان در علائم ظهور نباید متضاد با هدف بیان علائم ظهور در لسان مکتب وحی باشد، جوری ما نباید علائم ظهور را بیان کنیم که موضوع هدف نابود بشه یا ضرر به هدف بیان بخوره یا اینکه هدف را عقیم بکن یا نقطه متضاد با هدف که یأس است در انسان ایجاد کن. نکته ششم از مقدمه سوم، هدف از بیان علائم ظهور در مکتب وحی حصول حال انتظار است. انتظار پایش امید، امید به امام زمان، امید به خداوند است و امید به خداوند دلگرمی به رحمت الهی است و نقطه مقابلش یأس از رحمت خداست. علائم ظهور را بیان کرده اند که حال انتظار در ما به وجود بیاد. بنابراین اگر من جوری بیان کنم که این حالت انتظار صدمه بود، اگر جوری علائم ظهور امام زمان رو بیان کنم که یأس ایجاد کنم از انتظار یا از اتصال یا از ارتباط یا از وصول به امام زمان، در تمامی این موارد نوشتن، گفتن، بیان کردن علائم ظهور به شکلی که ایجاد یأس بکنه، ناامید بکنه از امام زمان یا از آمدن امام زمان یا از وقوع ظهور یأس ایجاد بکند، همه اینها ممنوع و مورد لعن و غضب الهی است. لذا کار بیان علائم ظهور یک کار فوق العاده فنی
و تخصصی و علمیه. مبحث علائم ظهور از سنگین ترین و سخت ترین مباحث اسلامی در مباحث اعتقاد به مهدویت است. ببینید فقه و اصول و اجتهاد در احکام کاری نداره. یا خود احادیث رو بیان میکنیم، تیمم رو آدابش رو میگیم، یا اگر حدیث نیست، نص خاص نیست، قاعده موجوده، به اون قاعده مراجعه میکنیم. اصالت البراءه است، اصالت الاشتغال، قاعده فراغ، قاعده اشتغال، قاعده استصحاب. هر جا ما دلیل نداشتیم این قواعد موجودن، کار را حل. در واقع اگر مقایسه بخوایم بکنیم بین بحث علائم ظهور و مثلا کتاب الصلاح یا کتاب المکاسب در فقه، سختی تحقیق و اجتهاد در این بحث 10 برابر مباحث اصولی و فقهی در ابواب مختلف فقه، چون خیلی نکات پیچیده و ظریف و دقیقی درش هست که باید با دقت محققانه و مدققانه به بررسی علائم ظهور پرداخت. نکته 7 انتظار حقیقت شدت محبت به محبوب در حد ایجاد تمرکز برای انسان نسبت به محبوب است، به جوری که توجه به غیر او حتی توجه به خودتو صفر بکن. این انتظار در مجلس زنهای مصر وقتی یوسف وارد شد، زنها چشون شد؟ چه جور متمرکز در یوسف شدن، محو و مات و واله و حیران و پریشان یوسف شدن، به جوری که از خودشون غافل شدن. فلما رأینه اکبرنه و قطعن ایدیهن و قلن حاش لله ما هذا بشر ان هو الا ملک کریم. انتظار یعنی متمرکز شدن، محو شدن، دقیق شدن، فریفته و واله و پریشان احوال محبوب شدن، به گونه که هیچ مؤثری در شما اثر نکنه جز محبوب، و اعمال شما منبعث از هیچ باعثی نباشد الا محبوب. چنین مقام از محبت شدید نسبت به صاحب الزمان آدم سازید، اکسیر اعظمه.
همون که شنیدی اگه به خاک بزنی طلا میشه همیه. جوهریست گوهریست که مثل آن پیدا نمیشه. اکسیر اعظم همین شدت محبت. ره صد ساله را اگه شنیدی یک شبه میشود پیمود، به انتظار امام زمان ممکن. چنان باید دوستش بداریم، چنان محو امام زمان بشید که هیچ عاملی در شما مؤثر نباشه الا امام زمان. آقا شما یه سوزن بهت میزنن میشه یک عامل محرک، یه مد از جا میپری. از بچگی یادته میخواستن ببرن یه سوزن بزننت، از یه فرسخی گریه میکردی، دست و پا میزدی. ای همون سوزن که یه مد از جا میپره بدتر از اویه که با کارد پوست دستتو تیکه تیکه کنی. بدتر از سوزن دیگه، قشنگ بشینی اینو قاچ قاچ کنی دستت. در مجلس مصر چی شد که نه تنها از جا نپریدن، اصلا درد را نفهمیدن. و این یوسف که بود که بارهای بلا سر زلیخا آمد و خاص انتقام بگیره از زخم زبونا، این که شاهزاده های مصری زدن خاک بر سرت کنن، رفتی عاشق یه غلام و برده شدی، شاهزاده عاشق برده میشه. از این زخم زبونا خاص انتقام بگیره، همون بلایی که بارها سر خودش آمده بود، هی با کار دستشو بریده بود، محو یوسف بود. همه رو جمع کرد، نفر یه کارد و پرتقال داد دست زنها، گفت بسم الله مشغول پذیرایی از خودتون بشید. در اون لحظه که کارد دستشون بود می بریدن پوست پرتقال را، به یوسف گفت وارد شد. این همین حادثه روز عاشورا اتفاق افتاد که در روایات و در مقتل داریم. روز عاشورا اصحاب امام حسین چنان محو سید الشهدا شدند که علم حدید از آنها برداشته شده بود، زخم نیزه و شمشیر را حس نمی کردن. ما چمونه که همه چیو می فهمیم الا امام زمان را. این مشکل اساسی. علائم ظهور رو گفتن که این گوهر انتظار در شما ایجاد بشه. حالا اگر یک گویندهی حماقت کند علائم ظهور را جوری بیان کنه که یأس از امام زمان می، یا انتظار را زمانی بکند، تاریخ مصرف دار را بکند، یا انتظار امام زمان تبدیل به یأس از امام زمان بشه، یا انتظار از امام زمان تبدیل به انتظار از علائم بشه، یا انتظار و غرق در توجه به صاحب الزمان تبدیل بشه به یک شخص، انتظار شخصیت‌های نوعی
مرجع پرستی را بیفته. انقدر از یه مرجعی ما تبلیغ کنیم که یک هزارمش از امام زمان تبلیغ نشه، عوضی که مردم منتظر امام زمان بشن، این انتظار انحراف پیدا کنه به یه مرجعی. در طول تاریخ از این اتفاقات، از اشتباهاتی در بیان و در تبلیغ علائم ظهور اتفاق افتاد، یا اینکه توقیت ایجاد بشه، من جوری بیان کنم که شما فکر کنید تا هفته آینده، تا شب 23 ماه رمضان ظهور میشه. مثلا یکی از علائم ظهور امام زمان اینه که جمعه اول ماه رمضان بشه. حالا اگر بشه، در اکثر دنیا امروز اول ماه رمضان بود، جمعه، در یکی دو بلد فردا اول ماه. سیستم هم سیستم واقعیت نیست، سیستم سیاسیه، گروه کشی و یار کشیه. اون کشورهایی که تابع ایرانن، مثل سوریه و عراق، فردا اول ماه. اون کشورهایی که تابع عربستان و وهابیونن، امروز اول ماه. هیچ کدوم هم واقعیت نیست، هیچ کی ماه ندید، قصه ای. حالا به این مطالب خیلی کاری نداریم، ارزشی هم نداره. آنچه که مهم بیان این علامته، اگر جمعه اول ماه رمضان باشه، جمعه سوم نیمه رمضان میشه، جمعه چهارم 22 رمضان میشه، و سیحه آسمانی در جمعه 22 رمضان شب 23 واقع. حالا اگر من حماقت کنم، همین علامت را جوری بیان کنم که مثلا بگم همین 23 دیگه سیحه آسمانی، این خلاف بیان حقیقت و هدف علائم ظهور. چنین بیاناتی اشتباه. چرا؟ چون با خیلی چیا متضاد. اولا سیحه آسمانی شب ظهور واقع میشه، اون روایاتی که میگه 9 ماه یا 6 ماه قبل از ظهور سید حسنی و خروج یمانی و خروج سفیانی واقع میشه، هیچ کدوم از اونا نشد. خیلی مهمه. یا مثلا خدا بیامرزه بهلول را، گفته بود من سفیانی را در شام دیدم، در زمان حافظ اسد، و با تمام علائمی که برای سفیانی بیان شده مطابقت داره.
این هم بیان خلافیه. چرا؟ چون اولا نگفتن سفیانی حتما ساکن در شام است قبل از ظهور، گفته شده از شام خروج میکنه، اما سکونتش قبل از خروجش در شام بیان نشده. شما فکر میکنید رئیس جمهور اسرائیل کجاییه؟ نخست وزیر اسرائیل اهل کجا؟ شارون اهل ایرانه، یه ایرانی یهودی، فارسی را از شما بهتر بلده. فکر میکنید سفیانی حتما باید در شام ساکن باشه؟ نه، همه اینا از اون ور خط میگیرن و بالاخره در وقت لازم به شام می آید و خروج خواهد کرد. دلیلش روایات پرچمهای مغرب زمین است که در شام فرود می آیند. هرگاه دو گروه قدرتمند در شام با یک دیگر درگیر شوند و صاحبان اسبها و مرکبهای غیر عربی به رنگ خاکستری بدون گوش، گوش بریده وارد شام شوند، اون موقع که نمیتونستن بگن نفر بر و تانگ، عربا تانگ چی میفهمیدن 1400 سال پیش، باید بگن مرکب گوش بریده خاکستری غیر عربی. بعضی روایاتش هم داره رنگ زرد، مرکبهای زرد رنگ که در کنار دجله و فرات فرود می باید با تحقیق وارد این روایات شد. آنگاه پرچمهای زرد رنگ و پرچمهای مغربی وارد شام خواهند شد و زلزله ای در یکی از قرا مرزی شام به نام حرستا اتفاق خواهد افتاد که این روستا به زمین فرو خواهد رفت. آنگاه منتظر خروج سفیانی باش. حالا انشاءالله وقتی وقتش بشه به بررسی دونه دونه این روایات عظیم خواهیم پرداخت. اون چه که مهمه اینه که این بیان جوری باشه که حال انتظار و محبت شدید نسبت به امام زمان در شما ایجاد کن، نه یأس بیاره، نه وقت معین کنی که بگن کذب الوقاتون، دروغ میگوین وقت معین کنندگان. نهمین نکته از مقدمه سوم که امشب به آن میپردازیم این است که ما پایه قرب و بعد ظهور امام زمان نیستیم. نباید قرب ظهور را با خودمون و جغرافیای خودمون
و کشور خودمون و ملت خودمون و شخص خودمون محاسبه کنیم. در نصر من الله و فتح قریب، فتح قریب قرب به ما منظور نیست، ظهور نزدیکه. به کی نزدیکه؟ به من. من خاک بر سر کی هستم که بخواد به من نزدیک باشه یا دور باشه؟ 1400 سال پیش فرمودن ظهور نزدیک. الیس الصبح بقریب؟ آیا اون صبح موعود نزدیک نیست؟ نصر من الله و فتح قریب، معنای این قرب و بعد چیه؟ انشاءالله فردا شب به تفصیل بیان خواهیم کرد. دهمین نکته از مقدمه سوم که آخرین نکته است اینه: ما چه قبول داشته باشیم، چه باور بکنیم، چه نکنیم، چه ایمان بیاریم، چه نیاریم، ظهور جدن نزدیک، بیش از تصور پایه‌ای نزدیک. یعنی حتی خودت هم پایه ظهور حساب بکنی و بگی به من نزدیکه، مثلا یکی از این پایه ظهور قرار دادن نفس یه که بعضیا گفتن پیرمردا با شما ما، شما هم ظهور رو درک میکنی. حتی پیرمردها ظهور را، ولو تو خودتو پایه حساب کنی و بگی پیر مردم ظهور رو درک میکنن، و این فکر غلطه، ولی حالا میگیم اگر به این غلط باقی باشی و فکر کنی پیر مردها هم درک میکنن، من میگویم ظهور از این نوع تفکرم نزدیکتره. تو میخوای درک بکنی، میخوای نکنی، میخوای جزو فخرجنی من قبری شاهرن سیفی مجردن قناتی ملبین دعوت دائی باشی، یا نه واقعا عمرت به ظهور کفاف بده. هر جور فکر بکنی، اهل انکار باشی، اصلا اهل انکار خدای ظهور باشی، لیظهره علی الدین کله را هم رد کنی، ولی ظهور واقع خواهد شد و نزدیک. فردا شب تو همین یک کلمه 10 برهان عقلی اقامه خواهیم کرد که ظهور امام زمان قطعاً جزماً یقیناً واقع خواهد شد. اضافه بر این که قرب ظهور را هم معنا خواهیم کرد. و چون قول دادم به جوانا که هر شبی تشرفی از محضر صاحب این عالم مولای هستی جان جانان روح عوالم امکان
بیان میکنم، سعی میکنیم اون تشرفاتی رو بگیم که به بحث مربوط باشه، حداقل کلمه ای مربوط به بحث ما داشته باشه. مرحوم علامه نهاوندی در ابغری الحسان از قول خادم مسجد جمکران، مسجد جمکران گلی قدیمی 70 سال پیش 80 سال پیش نقل کرده، گفت یکی از تجار تهران آمده بود مسجد جمکران، پناهنده شده بود به امام زمان. علتش هم این بود که ور شکسته بود. علت ور شکستگیش هم این بود، این آقا جنس فروخته بود به یه عده‌ای تو بازار تهران، اتفاقا وبا آمده بود تهران، جمعی از بدهکارای این آقا فوت شدن به وبا، پولایی از بین رفته بود، ور شکسته بود، طلبکاراش بهش فشار آورده بودن، گذاشته بود از تهران فرار کرده بود و آمده بود مسجد جمکران. 6 ماه تمام تو مسجد جمکران هیچی هم نداشت، حتی نان بخره پول نداشت. یه دهی هست نزدیک مسجد جمکران که ده جمکران الان هم هست، روستای قدیمی چند تا خونه داره، یه نونوایی اونجا هست، اون نونوایی هنوزم هست. این تاجر رفته بود با اون نونوا قرار گذاشته بود که روزی 2 تا نان بهش بده، بعد که وضعش خوب شد بدهیشو بیاره بده. نونوا هم قبول کرد. مدت 6 ماه نون قرضی از اون نونوایی روزی 2 گرد نان میگیره، تا یه روز که میره پیش اون نونوا میگه دیگه به نون نمیدم، بیا حسابت تسویه کن، هر 6 ماه یه بار حداقل باید حسابت رو تسویه کن. نتیجتاً این گرسنه نمیمونه. گفت روز اول از این علفای کنار جوی آب یه مقدار کندم خوردم، روز دوم روز سوم مصرف این علف ها باعث شد من مبتلا به اسهال شدید بشم، مریض شدم و جسم بدن آبش خوش شد و اسهال شدید که بند نمی آمد و بدن کاهید و چیز دیگه هم گیرم نمی آمد بخورم، آب شور جمکران و توی حجره گلی بی رمق افتاده بودم، منتظر موت بودم. در اون حال وقت نماز مغرب شد، به زحمت بلند شدم، وضو گرفتم، نماز مغربم رو خوندم. بعد نماز مغرب دوباره افتادم، خیلی بیرمم. یه وقت دیدم یکی در حجره در زد، اجازه ورود خواست. من با بیحالی گفتم بفرما. یه جوانی قد بلندی داشت، سیمای نورانی، وارد شد.
نشست کنار من، فرمود عیال دیشب قوغا به پا کرد، تهران رفته زیر آسمون، تو حیات خونه عیالت علویه است، سیده است. به حضرت زهرا مادر ما متوسل شده است و اینقدر اصرار کرده که بیبی جان یک سال من از شوهرم خبر ندارم و این بچه ها رو با نداری و هیچی تو این یک سال اداره کردم، دیگه طاقتم طاق شده. بیبی یه خبری از شوهر من به من بده. انقدر گریه میکنه و میگه اگر جواب منو ندی شکایت تو به پدرت خاتم انبیا خواهم کرد. پیغمبر به من امر کرده ام بیام کار تو رو حل کنم. پاشو بریم تو مسجد جمکران، حالا تو حجرهای اطراف بودیم، فرمود بریم تو شبستان مسجد دو رکعت نماز با هم بخونیم، من برات دعا کنم، خدا کار تو رو حل میکن. من متعجب، رمقی پیدا کرد، از جا بلند شدم، از حجره بیرون آمدیم تا بریم شبستان مسجد جمکران. یه دفعه اون آقا فرمود آب، اظهار آتش فرمود. یا صاحب الزمان، بعد از این که از کربلا برگشتی برو تهران، کار تو حل شده. سه ماه این میاد عتبات میماند، من نمیدونم چه رمزی تو کربلا هست که هر ناقصی بره اونجا کامل، چه سریه که حتی امام زمان را هم ببینی تا کربلا نروی به کمال نمید، او هم تو رو میفرست کربلا. خادم مسجد جمکران گفت این سه ماه رفع عتبات و بعد از سه ماه برگشت، گفت به من دستور دادم دیگه برم تهران. رفت تهران منزل، شب اولی که وارد منزلش شد طلبکارا همه یه دفعه اومدن تو خونش، درو باز نکرد، گفتن ما مأموریم، درو باز کن، با تو کاری نداریم، ما آمدیم سرمایه برات آوردیم، دوباره بیای مغازه‌ت وا کنی، جنس بهت میدیم، سرمایه بهت میدیم، کمکت میکنیم، وایستا کار بکن، آروم آروم هر وقت داشتی بدهی تو به ما بپرداز. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنن؟ قلبي إليك من الأشواق محترق، والدمع من الشوق يحرقني
دمع یقربانی فهل رأیت غریقا وهو محترب گلی گم کردم می جویم او را به هر گل می رسم می بویم او را که باشد او گل من کند سر سبزی پج مرد گل شد گل من نی بود اینو گل من مهدی صاحب زمان مگر دیدار تو چه جور باید دنبالش بگردی؟ جوانا اونجوری که زینب تو گودال قتل گم دنبال حسینه ای میگفت گل من یک نشانی در بدن داشت یکی پیراهن کهنه به تن داشت اونقدر گشت تا یه وقت بدن بی سر و پیدا گیم از رو تعجب صدا زدن تخی و ابن والدی آیا تو حسین منی تا یادگار پدرم جوانه ها هی خیره خیره نگاه کرد بیتاب شد عقده کرد یه دفعه سر بلند کرد رو طرف مدینه صدا زد صلی علیک ملیک اسلام یا رسول الله هذا حسین کبل عرا مقطع الاعضاء مسلوب الامامة والرضا على وجه السرى مقطع الاعضاء مسلوب الامامة والرضا مجزوز الرأس من القفا دیگه برات نمیگم تو اون گردن چه دید که فهمید سر حسینشو از پشت برید انشالله زهرا شورا باید برات بگم
و بنا تو که سبایا بعضی هم نوشتن و گفتن انقدر بی بی پریشان شده بود که دور گفتال قتلگاه می دمید تواف دست جرو سر گذاشته بود ای می گفت و محمد و علی و حسین و اخا بدم المظلوم بدم العطشان بدم القریب بدم الطفل الرضیع یا الله.